وان مهلت برای تسلیمگیری 600 زندانی بگرام. تأکید واشنگتن بر ادامه نبرد با حرس افغانی پس از سال 2014 میلادی. مخالفت مجلس نمایندگان با زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. واکنش های جهانی و عملات اسرائیل بر نوار غزه. با احتمال افزایش پرچمی برق در شهر کابل. سلام به خبرهای این ساعت طلوع، خوش آمده. چجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی میخواهد که تمامی مسئولیت های زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شود. حکومت افغانستان برای تسلیم گیری 600 زندانی دو ماه به نظامیان امریکایی مهلت داده بود، اما در این مدت هیچ یک از این زندانیان به حکومت افغانستان سپرده نشده اند. رئیس جمهور کرزی این کار را نقض آشکار تفاهمنامه انتقال زندان بگرام به نیروهای افغانستان میداند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. اختلافات نظر میان کابل و واشنگتن درباره سپردن 600 زندانی زندان بگرام به حکومت افغانستان تا کنون حل نشدند. حکومت با اشاره به تفاهمنامه میان کابل و واشنگتن از این کار انتقاد میکند. بر بنیاد این تفاهمنامه تمامی مسئولیت های زندان بگرام و زندانیان این زندان باید به حکومت افغانستان سپرده شوند. اما تا کنون این 600 زندانی به حکومت افغانستان سپرده نشدند. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که در حال حاضر بیش از 70 زندانی زندان بگرام که در دادگاه های افغانستان براءت گرفتند نیز در بند هستند. موضوع توقیف اداری که یکی از مشکلات جنجال برانگیز بوده میان کابل و واشنگتن در ارتباط به ای که چیز به نام توقیف اداری در قوانین افغانستان وجود نداره و ایالات متحده آمریکا تاکید روی این موضوع داره که بعضی از افراد زندانی در زندان بگرام تهدید امنیتی هستند، اما به خلافشان اسناد و شواهد در دست نیست، اما چون یا تهدید امنیتی هستند ایجاب میکنه که یا به مدت نامعلوم یا نامشخص در قید باشند. اما آیا نقض تفاهمنامه انتقال زندان بگرام به حکومت افغانستان بر تفاهمنامه امنیتی که گفتگوها درباره آن میان کابل و واشنگتن ادامه دارند اثرهای ناگوار بر جا خواهد گذاشت؟ ما فکر میکنم به هیچ وجه نه. بدلیل از اینکه قرارداد امنیتی که بین دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا سرش بحث جریان داره، جدا از این بحث است. به این معنی که در پیمان استراتژیک مشخصا سرزو اشارات صورت گرفته و شما خبر دارین که از یک هفته پیشتر به این طرف مذاکرات عملا شروع شد. خواستیم تا درباره چگونگی سپردن مسئولیت زندان با فرمانده زندان بگرام گفتگو کنیم، اما او حاضر به گفتگو نشد. اکنون نیروهای افغان مسئولیت امنیت بسیاری از بلاک‌های زندان بگرام را بر عهده دارند. در این زندان در حدود 3000 تن به اتهام پیوند داشتن با طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های حراس افغان زندانی هستند. در میان این زندانیان 50 زندانی خارجی نیز هستند. گفتگوها درباره تفاهمنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن با چالش‌های روبرو خواهد شد. معاون نماینده ویژه باراک اوباما برای افغانستان و پاکستان در گفتگویی با طلوع نیوز میگوید که مورد جدی را در این گفتگوها با افغانستان مطرح خواهد ساخت. این سیاستگر آمریکایی تاکید می‌ورزد که نظامیان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیز نبرد را با حرس افغانی ادامه خواهند داد. مجاهد کاکر در این باره گزارش دارد. معاون نماینده ویژه رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان که مسئولیت گفتگوهای واشنگتن در کار امضای تفاهمنامه امنیتی میان واشنگتن و کابل را دارد، هدف حضور نظامیان آمریکایی را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان ادامه کمک‌ها به این کشور و نبرد با حرس افغانی می‌داند. ما در اینجا بیش از یک دهه را سپری کرده ایم و شاهد تولد یک افغانستان تازه بوده ایم، تولدی که بنیادش مردم سالاری بوده است و میخواهد آینده پر امن و مرفه داشته باشد تا کودکان بتوانند بزرگ شوند و خانواده ها با خوشی زندگی کنند. در حالی که پیش از این ایران، پاکستان و روسیه با امضای این تفاهمنامه و نیز با ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان مخالفت کردند، این سیاستگر آمریکایی تاکید می‌ورزد که واشنگتن با ادامه حضور نظامیانش در افغانستان هدف‌های منطقه‌ای ندارد. ما می‌خواهیم که روند گفتگوها بسیار روشن باشد.
تا هیچ کسی از این روند تهدید احساس نکند. ما می خواهیم که در جریان گفتگوهای مشترکمان اطلاعات لازم در دسترس همگان قرار گیرد، نه اینکه این اطلاعات در درون اتاق گفتگو محدود بماند، زیرا همسایگان افغانستان و هیچ کسی دیگری نباید دچار سوء تفاهم شوند. مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی و چگونگی حضور این نیروها پس از سال 2014 میلادی در افغانستان از موضوعات بحث برانگیز در این تفاهم‌نامه گفته شده است. پس از سال 2014 میلادی به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ظرفیت‌های زیاده برای پروژه‌های بازسازی در کشور وجود خواهد داشت. شمار از مقامات ناتو در افغانستان بدین باورند که شرکت‌های پیمانکار که با این نیروها قرارداد داشتند، پس از این می‌توانند با بخش نظامی افغانستان کار کنند و از این بخش پروژه بگیرند. این در حال است که شمار از پیمانکاران می‌گویند که با نزدیک شدن خروج نیروهای خارجی از افغانستان، پروژه‌ها کاهش یافتند. 11 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان و رونق کار شماری از شرکت‌های پیمانکار ساختمانی در کنار این نیروها. این پیمانکاران در این مدت پروژه‌های زیادی از نیروهای خارجی در افغانستان گرفتند و عملی ساختند. کاری که اکنون با باور این پیمانکاران از رونق افتاده است و با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای خارجی از کشور، آنها با کمبود پروژه روبرو شدند. شما می توانید این جرثقیل ما را ببینید. کرایه این جرثقیل $15,000 در ماه بود، اما حالا این جرثقیل را به $5,000 کرایه می دهیم. شما می توانید تفاوت را ببینید. اما کاپیتان اندریو والکرسون از ارتش ایالات متحده آمریکا بر این باور است که هنوز هم ظرفیت های زیادی برای شرکت های پیمانکار در افغانستان وجود دارد. هنوز هم در افغانستان کار خیلی زیاد است. شما می دانید که می شود از راه های دیگر پروژه گرفت. پروژه های ساختمانی دیگر. آنها می توانند از پلیس ملی و وزارت داخله پروژه های ساختمانی را بگیرند و می توانند از طریق آنها کار پیدا کنند. از سوی هم انجمن ساختمانی افغانستان می گوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، بسیاری از شرکت های پیمانکار با رکود روبرو خواهد شد، زیرا که تا کنون پول زیادی از سوی نیروهای خارجی در پروژه ها مصرف می شدند. از 2007، 8، 9، 10 و 11 آنها همساله 3 تا 4 میلیارد دلار تنها در بخش ساختمانی مصرف می کردند. و امسال؟ فکر می کنم شاید 1 میلیارد. با آنکه نیروهای ناتو در افغانستان هنوز هم پروژه های زیادی در بخش بازسازی و ساختمانی دارد، اما پیمانکاران افغان به ادامه این وضعیت زیاد مطمئن نیستند و با باور آنها قراردادهایشان نسبت به سال گذشته تا 50% کاهش یافته است. مجلس نمایندگان از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای تعیین زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در ماه اول سال 1393 هجری خورشیدی سخت انتقاد می کند. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که هرگاه در زمان برگزاری انتخابات در قانون اساسی تعدیل آید، این نهاد آماده است تا بر بنیاد آن اقدام بکند. در این باره جاوید استانکزی گزارش می دهد. مجلس نمایندگان به روز دوشنبه رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان درباره تعیین زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به این مجلس فرا خواند. هیچ تجدید نظر بیرون از چوکات قانون اساسی که با قیمت نقض قانون اساسی باشه فکر نکنم که در شورای ملی افغانستان قابل حمایت باشه. ما این تقویم انتخاباتی نه قانونی میدانم جناب آقای معنوی، با احترامی که حضور شما دارم، و نه عملی میدانم تطبیق ازیره. اینا 100% کار سیاسی را به نام قانونی پیش میبرن. در همین حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هرگاه بودجه انتخابات پرداخته شود و نیز امنیت انتخابات تأمین گردد، این نهاد انتخابات شورای ولایتی را زودتر برگزار خواهند کرد. با این هم رئیس این کمیسیون میگوید که آمادگی های لازم برای انتخابات ماه حمل 1393 میلادی گرفته شده است. مسئله تکنیکیش به عهده ما در سال 93 انتخابات می در سال 92 انتخابات شورای ولایتی شورای ولسوالی را میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات در تلاش ساختن یک راهکار مشخص برای شناسایی و از میان برداشتن چالش‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده است. حکومت افغانستان به یک گروه مسلح اجازه نخواهد داد تا در کنار نیروهای امنیتی این کشور فعالیت داشته باشد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در واکنش با گفتای اخیر محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب میگوید که ایجاد گروه‌های مسلح برای حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست.
در این حال سخنگوی رئیس جمهور کشور از پاکستان میخواهد تا از بر تعهداتش با افغانستان پابند باشد. کریم امینی گزارش میدهد. در حالی که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب گفته است که ایجاد یک واحد نظامی از مجاهدین پیشین را با رئیس جمهور کرزی نیز در میان گذاشته است، اما سخنگوی رئیس جمهور این گفته های وزیر انرژی و آب را مخالف قانون میداند. وزیر صاحب اسماعیل خان در روسیه سرگندو پرتباط کوری در افغانستان حکومت هیڅ کله نه غواړي چې غیر مسئول مسلح افراد یا ډلې په افغانستان کې فعالیت ولري، څه هغه ملیشي دي څه اربکۍ دي. د دوی ټول په خلاف د افغانستان حکومت همیشه خپل موقف څرګند کړی دی. موږ هیڅ کله نه غواړو چې داسې کومه ډله یا ګروه مسلح دې منځ ته راسي، ځکه چې په دې باره کې د افغانستان خلک ډېر ترخې خاطرې لري او ترخه تجارب لري شاته. از سوی هم سخنگوی رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که پاکستان گذشته از پشتبانیش از روند صلح از رهبران طالبان خواسته است تا از القاعده ببرند و با حکومت افغانستان بر میز گفتگو بنشینند. گروه های مخالف افغانستان چی طالبان چی دیگر را از پیشان خواسته که رابط خود با سازمان های تروریستی قطع کنه، به شمول القاعده و دیگر سازمان های تروریستی. ایره ما یک گام مثبت میپنداریم. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که پاکستان برای نخستین بار به درخواست شورای عالی صلح پاسخ مثبت داده است و انتظار میرود که این کشور در روند صلح نقشی اثرگذار بازی بکند. دو هراس افغانی که میخواستند برای همایش بزرگ دولتی در بلاتهرات تمرکز کنند از سوی پلیس بازداشت شدند. آمر امنیت فرماندهی پلیس بلاتهرات میگوید که این هراس افغانان که لباس زنانه پوشیده بودند قصد داشتند نخواست به محافظان تالارین همایش حمله کنند تا همکارانشان بتوانند داخل این تالار شوند. در این همایش رئیس عمومی ارگانهای محل و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و ده تن از مسئولان دولتی بلاتهرات شرکت کرده بودند. جاوید زیراجوهی از بلاتهرات گزارش میدهد. این هراس افغانان که لباس زنانه پوشیدند نخست توسط یک فرد موترسایکل سوار خودشان را به دروازه سالن قاضی امان الله خان رساندند و قصد داشتند به محافظان این سالن حمله کنند و سپس خودشان را به اشتراک کنندگان این همایش برسانند. دو نفر به نام های فرید و سید امید که لباس زنانه بتن کرده بود توسط سید عبدالغفور نام که سوار برای گراد موترسایکل بودند میخواستند به هدف نامعلوم داخل تالار شوند. نزد از این افراد اسپری یعنی مواد بیهوش کننده ای که مواد سمی که بیهوش میکنه برچه بکسپنجه بود میخواستن داخل تالار شود. در همین حال شماری از زنان در هرات سوء استفاده از لباس زنانه را در این گونه هدف ها تلاش برای بدنام کردن زنان میدانند و خواهان کیفر سخت به این گونه اشخاص هستند. اینا که میبینم اینا بند به بند از اینا جدا کنم اینا ریله ندارم اینا به سفید تلویزیون هم تا علنی نشوندم همی حالا کم بگذارین که ما زنا اینا رو سنگسار کنیم. زنا دینار میگیرین چه وقتی که دوزار میگیریم مدام تلویزیون میارین پشت سر اینا به ما نشون میدین روی در به ما نشون دین که ما اینا نالت کنیم خدا نالت کنیم نه فهمید جوان ها ما کرده که نکشته میشن. اینجور آدم باعث میشه یا بروی از زن پاک و شریف بره همه نسبت به زنا دیده و نظر بعدی داشته باشن. در همین حال یک ساعت پیش از این رویداد مواد انفجاری که در یک موترسایکل جاسازی شده بود در برابر یک پاسگاه پلیس مرزی در شهرک مرزی اسلام قلعه هرات منفجر شد. مقام های امنیتی میگویند که در این رویداد سه تن به شمول یک دکتر و یک راننده ایرانی زخم برداشتند. ادامه خبر هاسترو و شبکه جهانی تولونیوز. دبیرکل سازمان ملل خواستار آتش بس بی‌درنگ میان اسرائیل و گروه حماس شده است، در حالی که شماره تلفات عملات 6 روز اسرائیل بر نوار غزه به 92 کشته و بیشتر از 700 زخمی رسیده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل برقراری آتش بس بی‌درنگ را میان اسرائیل و گروه حماس یک ضرورت می‌داند. انتقادهای منطقه‌ای و جهانی از حمله‌های ارتش اسرائیل بر نوار غزه به ویژه بر غیر نظامیان در حال افزایشند. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که از کشته شدن فلسطینیان بسیار غمگین شده است. بان کی‌مون از هر دو طرف درگیر میخواهد تا از تلاش‌های حکومت مصر برای برقراری آتش بس استقبال کنند. در همین حال وزارت خارجه چین حمله‌های اسرائیل را بر نوار غزه به شدت محکوم می‌کند و از تلاش‌های مصر و کشورهای دیگر برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس پشتیبانی می‌کند.
چین از عملیات نظامی گسترده اسرائیل در نوار غزه سخت نگران است. ما به کارگیری بیش از حد زور را که باعث کشته و زخمی شدن مردم بیگناه شده است نگویش میکنیم. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد میگوید که اسرائیل برای تضمین بقای خودش عملیات را بر نوار غزه برانداخته است. محمود احمدی نژاد حمله های اسرائیل را بر نوار غزه به شدت نگوهش می کند و از کشورهای غربی می خواهد تا بگذارند ملت فلسطین سرنوشتش را خودش رقم بزند. با این همه انتقادها ارتش اسرائیل می گوید که تنها بر روز یک شنبه 105 موشک از سوی گروه حماس بر اسرائیل پرتاب شدند که 41 تای آنها توسط سامانه دفاع موشکی اسرائیل خنسا گردیدند. و این هم چند خبر کوتاه از جهان. قاضی حسین احمد رئیس پیشین جماعت اسلامی پاکستان از یک حمله انتحاری جان سالم بدر برد. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان امروز یک انتحار کننده زن مواد انفجاری همراهش را در نزدیک کاروان قاضی حسین احمد در مهمند ایجنسی منفجر ساخت و در این رویداد 3 فعال جماعت اسلامی زخم برداشتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر پایان یافتن خشونت‌ها میان مسلمانان و بودایان در میانمار تاکید می‌ورزد. باراک اوباما امروز در دیدار با رئیس جمهور میانمار بر گسترش روابط واشنگتن با میانمار تاکید ورزید. باراک اوباما که در دانشگاه رانگون سخن می‌گفت، می‌گوید که آشتی ملی در میانمار زمانگیر است، اما پایان یافتن خشونت‌ها در این کشور یک نیاز جدی است. آقای اوباما با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان حکومت میانمار نیز دیدار کرد و بانو سوچی حمایت ایالات متحده آمریکا را از خودش ستایش نمود، اما هشدار داد که روزهای دشوار هنوز در پیش رو است. 3 کیهان نورد ایستگاه فضایی جهانی با کپسول فضایی سویوز روسیه به زمین بازگشتند. مرکز مراقبت پروازهای کیهانی روسیه میگوید که این 3 کیهان نورد پس از اقامت 125 روزه در ایستگاه فضایی جهانی با یک کپسول روسی در کازاخستان فرود آمدند. باز هم خوش آمدید. بین هم چند خبر اقتصادی. اگر باشندگان شهر کابل مصرف برقشان را کمتر نسازند، پرچاوی های برق افزایش خواهند یافت. رئیس برشنا میگوید که با رسیدن فصل سرما بیشتر باشندگان کابل برای گرم ساختن خانه هایشان از وسایل گرم کننده برقی کار میگیرند که این کار فشار بسیار بر شبکه برق وارد میکند. به گفته مسئولان شرکت برشنا، اگر باشندگان کابل مصرفشان را کاهش ندهند، شرکت برشنا ناگزیر خواهد شد که برق را در شبانه روز به گونه موقت و نوبتی قطع کند. شهلا مرتضی گزارش می‌دهد. شرکت برشنا می‌گوید که در حال حاضر دستگاه‌های تولید برق آبی، نقلو، ماهیپر و سروبی در حدود 80 مگاوات برق تولید می‌کند و 260 مگاوات برق نیز از ازبکستان وارد شهر کابل می‌شود. اما شرکت برشنا این مقدار برق را برای تمامی نیازمندی‌های شهر کابل بسنده نمی‌داند. این شرکت می‌گوید که دستگاه برق حرارتی کابل نیز آماده فعالیت است، اما تولید برق حرارتی در هر کیلووات 30 افغانی مصرف برمی‌دارد که این شرکت توان پرداختی آن را ندارد و نیز به اقتصاد کشور صدمه وارد می‌شود. ما برای هر خانوار در اکثر نقاط، یعنی 90% نقاط، ما 1 کیلووات برق در نظر گرفتیم و یک تعداد جاهای محدود مثل مکرانا و جای دیگه نسبتاً بالاتر، یعنی در حدود 1.5 تا نهایتاً 2 کیلووات. اگر همشهری های محترم ما با ما همکاری نکنند و اونا در برق صرفه‌جویی نکنند، در تسخین هم استفاده کنند، ما ناگزیر که پرچمی را افزایش بدیم. شرکت برشنا کاهش مصرف برق از سوی باشندگان کابل را بهترین گزینه برای داشتن برق دوامدار می داند و می گوید که باشندگان کابل در فصل سرما به ویژه از ساعت 5 عصر تا 10 شب از وسایل برقی کمتر استفاده کنند تا با پرچاوی های برق روبرو نشوند. حکومت در کنار خریداران داخلی به دنبال پیدا کردن خریدار خارجی برای کابل بانک نو است. رئیس بانک مرکزی میگوید که کابل بانک نو ملکیت دولت است و در شورای وزیران تصمیم گرفته شده است که بهترین راه برای فروش کابل بانک نوین است که این بانک به گونه مزایده و رقابتی فروخته شود. جلسه دیگه که او هم در اخبار برمیلی هم اعلان شده بود
در دبی گرفته شد تا علاقمندان خارجی هم بیاین اینجا معلومات بگیرن که ما در اونجا رفتم همراه رئیس خزانه وزارت مالیه و دیگه اشخاص متخصصان معلومات دادیم که شرایط چی است و امیدوار هستیم که خریدار خارجی هم پیدا شود که نو کابل بانک اگر بخواین بخنن. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار امریکایی 53 افغانی و 15 پول، یک یورو 67 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 14 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 552 افغانی. سلام دوستان، به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. در ادامه رقابت‌های قهرمانی پانکریشان جهان و در بخش مبارزه افغانستان صاحب یک مدال طلا شد. صفی‌الا کوهستانی میل پشت پانکریشان کشور با شکست دادن ورزشکاران اسرائیل، یونان، پرتغال و آذربایجان مدال طلای وزن منفی 78 کیلوگرم را به دست آورد. در این حال خواجه حکمت شاه میل پشت دیگر کشور در وزن منفی 100 کیلوگرم مبارز هند را شکست داد و راهی مرحله نمایندگی شد. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 30 کشور در یونان برگزار شدند. در رقابت‌ها با نمایندگی از افغانستان 5 ورزشکار و 1 مربی حضور یافتند. تا 2 هفته دیگر شهروندان کشور شاهد برگزاری نخستین در رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی بازکشی در کابل خواهند بود. این رقابت‌ها با حضور چاپ‌اندازان پایتخت و 15 ولایت کشور در میدان بازکشی سر کوتل خیرخانه برگزار خواهند شد. کمیته ملی المپیک میگوید در پایان رقابت‌ها 24 چاپ‌انداز برتر برای حضور در تیم ملی بازکشی افغانستان برگزیده می‌شوند. کمیته ملی المپیک میگوید که برای شناسایی چاپ‌اندازان برتر از سراسر کشور و دعوت این چاپ‌اندازان به تیم ملی بازکشی افغانستان، برگزاری رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی بازکشی یک نیاز است. بهترین چاپ‌اندازا را در تیم ملی انتخاب میکنیم تا کشورهای همسایه را دعوت کنیم به افغانستان، به کابل، به مسابقات را در رشته بزکشی انجام بدهیم. بزکشی در آسیای میانه در میان مردمان سرزمین‌های افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان انجام میشود. رقابت‌های بزکشی در افغانستان به قرن 11 و دوره چنگیزخان باز میگردد. تیم‌های برگزار کننده دیدار پایانی رقابت‌های انتخاباتی فوتبال 15 سالگان کابل مشخص شدند. در دیدارهای برگزار شده مرحله نمایندگی رقابت‌ها پرورشگاه 2-1 عدالت را شکست داد. در دیدار دیگر رقابت‌ها اردو 3-2 اسد حمزه گذشت. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 15. کندهار آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. و هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.